دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا، اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول، اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری، پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. من مهناز کاووسی هستم، مشاور املاک از شرکت ریمکس ماسترز. مهناز کاووسی، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. تلفن 604-779-4146. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند، خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا، اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول، اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری، پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. قسمت کامیونیتی بیلدینگ یا در واقع ساختن هماهنگی جامعه خودمون یا جامعه سازی اگر اسمشو بتونیم بذاریم، تمرکز ما رو دو مسئله است. یکی این که بتونیم اعضای جامعه ایرانی کانادایی رو تشویق بکنیم به مشارکت در سازمان‌های مختلف غیر انتفاعی که داریم. ما حدود 6 ماه پیش بود اومدیم یک لیستی می‌خواستیم از سازمان‌های غیر انتفاعی و اجتماعی ایران کانادایی رو تهیه بکنیم. حدوداً 70 سازمان رو ما تونستیم شناسایی بکنیم که در کانادا برای جامعه ایرانی کانادایی در حال فعالیت هستن. مطمئنم اگر که بیشتر بگردیم و با شهرهای دیگه هم بیشتر هماهنگ عمل کنیم، این سازمان‌ها تعدادشون بسیار بیشتر از این هستن. ما می‌خوایم تشویق کنیم که اعضای جامعهمون در این سازمان‌های مختلف شرکت کنن، از اینها حمایت کنن تا بتونیم سازمان‌های قوی‌تری در جامعه در کامیونیتی ایران داشته باشیم و همینطور ایجاد هماهنگی بین این سازمان‌های مختلف. ما یک شبکه‌ای از سازمان‌های همکار یا affiliate organization ها رو در کنگره ایران کانادا از یک سال پیش شروع کردیم. در حال حاضر فقط 6 سازمان هستن که جزء این شبکه ما هستن، اما داریم تلاش خودمون رو میکنیم که تعداد این سازمان ها بیشتر بشه و همینطور سازمان های مختلف از شهرهای دیگه، شهرهایی که ایرانی های زیادی توش زندگی میکنن مثل ونکوور و مونتریال، بتونیم این سازمان ها رو در شبکه سازمان های همکار خودمون داشته باشیم. و بحث آخر بحث ایمیج بیلدینگ، این که بتونیم تصویر درست و تصویر مثبتی رو از جامعه ایرانی کانادایی برای جامعه بزرگتر کانادا ارائه بدید. خودتون میدونید بسیاری از فعالیت‌هایی که بسیاری از مطالبی که در رسانه‌ها در رابطه با ایران و جامعه ما منتشر میشن متأسفانه تصویر منفی هستن. بعضی وقتا خب خیلی از اطلاعات ممکنه درست باشه، بعضی وقتا حتی این اطلاعات نادرست اطلاعاتی که از رسانه‌ها میاد. ما می‌خوایم ما رو نه فقط با این تصویر منفی که رسانه‌ها از ایران و ایرانی‌ها، جامعه ایرانی هم مستثنا نخواهد بود، نشون میدن، فقط با این تصویر منفی نشناسن، بلکه ما رو با موفقیت‌های جامعه ایرانی کانادایی، با اون کانتریبیوشن و فعالیت‌های مثبتی که جامعه ما در اینجا داره، با فرهنگ غنی ایران جامعه ما رو بشناسن. من در رابطه با این چند بار این رو مطرح کردم که وظیفه کنگره ایرانیان کانادا حفظ منافع جامعه ایرانی کانادایی یا اینکه مشکلاتی رو که جامعه ایرانی کانادایی داره رو بخواد بشه رسیده بکنه.
احتمالاً این سوال برای همه به وجود میاد، سوال بسیار مهم و درستی هم هست که خب منافع و یا مشکلات رو ما چجوری شناسایی میکنیم. یک نکته که دوست دارم بگم، کنگره ایرانیان کانادا به هیچ وجه خودش رو نماینده همه ایرانیان کانادا اصلا نمیدونه. یک سازمان غیر انتفاعیه که نظر خودش رو، یعنی نظری داره، یک لیستی از مشکلات و مسائل رو داره که اینها رو به عنوان منافع و مشکلات جامعه ایرانی کانادایی میخواد بررسی بکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم، هیچ سازمانی، هیچ فردی نمیتونه ادعای این رو بکنه که نماینده قانونی یا حتی مثلا نماینده اخلاقی کامیونیتی 300 هزار نفر است. اصلا همچین اینفراستراکچری، ساختاری وجود نداره که شما بخواید همچین نمایندگی رو از یک کامیونیتی 300 هزار نفر بگیرید. ما کاری که انجام میدیم برای اینکه بخوایم این مسائل رو، این منافع رو شناسایی بکنیم، این هست که از دو طریقه، یکی این که ساختار کنگره ایرانیان کانادا یک ساختار دموکراتیک و شفافه، البته این شفافیت نسبی اما به هر حال شفافه. در این حدود 8 سال 9 سالی هم که این سازمان فعال بوده، مانند بسیاری از سازمان‌های ایرانی خودمون و سازمان‌های که کلاً تازه تأسیس میشن، حالا ایرانی یا غیر ایرانی، با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده. اما واقعیت اینه که این دو رکن اصلی، شفافیت و بحث دموکراتیک بودن، یعنی داشتن یک پروسه انتخابی برای انتخاب اون هیئت مدیره، هیچ وقت این دو رکن اصلی میشه گفتش که زیر سوال نرفته و همواره این دو رکن رعایت شده توی در کنگره ایرانیان کانادا. هر فردی که علاقه من باشه در این سازمان بخواد حق رأی داشته باشه، یکی از مالکین یا شیرهولدرای این سازمان حساب بشه، میتونه خیلی راحت با پر کردن یک فرم عضویت که امروز هم احتمالاً دوستان در اختیارتون گذاشتن، این فرم رو میتونه اون فرم رو پر بکنه، مبلغ $10 هر عضویت در سال رو پرداخت بکنه، اون فرد یکی از مالکین، یکی از شیرهولدرای این سازمان میشه، به حق رأی میگیره که بخواد در این سازمان اعضای هیئت مدیره رو انتخاب کنه. اعضای هیئت مدیره این سازمان وقتی انتخاب میشن در مجمع عمومی، معمولا همشون کمپین میکنن، برنامه خودشون رو ارائه میدن. حداقل در 3 سال گذشته به این شکل بوده. هر فردی که بنابراین در هیئت مدیره این سازمان فعالیت میکنه و وارد میشه، با یک برنامه ای اومده، یک سری مسائل رو اعلام کرده و برای اونها رأی اعتماد گرفته که بخواد وارد هیئت مدیره بشه و اونها رو دنبال بکنه. طریق دوم و روش دوم برای اینکه بخوایم مسائل و مشکلات رو شناسایی و اولویت سنجی بکنیم، بحث کامیونیتی کانسالتیشن، مشورت عمومی با اعضای جامعه، که این کاری بود که میشه گفت من از حدود 1 سال قبل همراه با یکی از همکارانم تایاز فخری شروع کردیم، در این رابطه که کنگره ایرانیان کانادا فقط نباید به این بحث مجمع عمومی هر ساله بسنده بکنه، بلکه باید یک فرایند مشورتی دیگر رو هم در کنار این بگذاریم که اعضای جامعه ایرانی بتونن در شهرهای مختلف، حالا الان ممکن از طریق اینترنت انجام بشه، بتونیم وقتی که در شهرهای مختلف تیم‌های محلی رو داشته باشیم، اون تیم‌ها بتونن نظرات و مشکلات جامعه رو در این شهرهای مختلف به ما انتقال بدن، که از طریق این پروسه مشورتی بتونیم مشکلات و مسائل رو شناسایی کنیم. ما حدوداً 3 ماه وقت گذاشتیم روی اینکه بخوایم از گروه‌های مختلف مشورت بگیریم که مشکلات شما چی هست، چه مسائلی به نظر شما مسائل و مشکلات و منافعی هستن که کنگره ایرانیان کانادا باید به اونها رسیدگی بکنه. گروه‌های مختلف که بودن، خب یکی که در واقع مشورت عمومی با همه افراد کلامند هستن که با ما صحبت بکنن و مسائل مشکلات رو مطرح کنن، سازمان‌های غیر انتفاعی ایرانی کانادایی که با جلسه رو بودن 4-5 ماه پیش بود که با نماینده‌های 20 سازمان غیر انتفاعی و خیریه ایرانی کانادایی داشتیم، از اونها پرسیدیم که وقتی که داریم کار می‌کنیم با جامعه ما، خدمات بهشون ارائه می‌دیم، به نظر شما در برخوردتون با جامعه ایرانی کانادایی چه مسائل و مشکلاتی رو می‌بینین که مطرح می‌کنن؟ و یکی از گروه‌های کارشناسان، اساتید دانشگاه ما بودن، برای 100 نفر از کارشناسان، صاحب نظران و اساتید دانشگاه برایشون فرم یک پرسشنامه رو فرستادیم که بخوان اونها به ما مسائل و مشکلاتی رو که از دیدگاه خودشون اهمیت داره رو مطرح بکنن. لیستی که در این پایین می‌بینین و گروه‌های دیگه رو بودن، همون چون وقت ندارم الان می‌گذرم، اگر که
دوست داشتین ازم بپرسین لطفاً و بیشتر روی صحبت می‌کنیم. لیستی که در اینجا می‌بینیم 6 تا مسئله هستن، 6 تا اولویتی هستن که کنگره ایران کانادا الان داره به اونها رسیدگی می‌کنه. بحث تجدید رابطه ایران و کانادا یکی از مهمترین این مسائل و بحث سنجش مدارک تحصیلی، مشکلاتی که برای افرادی که به کانادا میان مدارک تحصیلی خودشون از جای دیگه گرفتن، سنجش این مدارک، بحثش و مشکلاتی که باش مواجه هستن یکی از مسائل دیگه است. مشکلات بانکی و مسائلی که برای ایرانی‌ها به دلیل تحریم‌هایی که بعضی از اونها هنوز هم روی ایران وجود داره، مشکلاتی به وجود میاد که از مسائل دیگه ایه که کنگره داره با اون در رابطه با اون فعالیت میکنه. بحث تبعیضات نژادی و مشکلاتی هست به خصوص در حال حاضر با اتفاقات و تحولاتی که در آمریکا و در بخشی از اروپا اتفاق افتاده، رسیدگی به مسئله اینکه مطمئن بشیم که سیاستمدارای کانادا این مسئله رو بهش اولویت میدن، در اولویت خودشون قرار میدن، این یکی از مسائل دیگه هست. و همینطور تشکیل ایرانی‌ها مشارکت در احزاب مختلف سیاسی کانادا. خب یه چند دقیقه به من لطفاً بیشتر وقت بدید. مرسی. برای از وقت مجید بزنید. آره نه. من از این اسلاید با اجازتون میگذرم. در واقع لیست یه سری از کارها و فعالیت‌هایی بوده که در هر کدوم از این کاتگوریا ما در 6 ماه گذشته انجام دادیم. می‌تونیم بعداً بیشتر در رابطه با صحبت بکنیم. بحث رابطه ایران کانادا، من این رو میگم و بعدش دیگه می‌پردازیم برای صحبت هم و صحبت‌های مجید عزیز. بازم پوزش می‌خوام که یکم طول کشید. این مسئله برای خود من ممکنه مقدار سورپرایزینگ بود، اما در تمام جلسات مشورتی که با گروه‌های مختلف داشتیم، بحث رابطه ایران و کانادا، تجدید رابطه ایران و کانادا، مشکلی که به دلیل نبود سفارت‌ها، بسته شدن سفارت‌ها برای جامعه ایرانی کانادایی ایجاد شده، این مسئله در همه این مشورت‌ها، در همه این جلسات تکرار می‌شد. حتی وقتی که با شهروندان ارشد دو تا جلسه گذاشتیم، فکر کنم در هر کدوم از جلسات 50 نفر حضور داشتن، حداقل در یکی از محل‌هایی که این دوستان جمع می‌شن، حتی اونها هم من فکر می‌کردم که مسائل دیگه‌ای رو مطرح بکنن، واقعیت به عنوان اولویتشون اسامشن و فرضیه من چیز دیگه‌ای، اما حتی اونها هم یکی از مسائل اصلی رو که مطرح می‌کردن مشکلاتی بود که به دلیل نبود سفارت و بسته شدن سفارت‌ها و نبود رابطه دیپلماتیک دو کشور براشون به وجود اومده. بر اساس اون مشورتی که ما از در واقع کامیونیتی مون گرفتیم در طول کامیونیتی کانسالتیشن، تصمیم هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا این بود که این مسئله رو به عنوان یک از بالاترین مسائل و اولویت‌های خودش بهش بخواد رسیدگی بکنه. از راه‌های مختلفی ما در حال پیگیری این مسئله هستیم، حالا فکر کنم تو صحبت‌های بعدمون بیشتر در رابطه باش صحبت بشه، اما یکی از طول‌ها، یکی از در واقع راه‌هایی که داریم تشویق می‌کنیم دولت رو که این کار را انجام بده، یک تومار و یا درخواستنامه رسمی پارلمانی هست که برای اولین باره که یک تومار رسمی پارلمانی رو رو وبسایت پارلمان قرار داده یک گروهی از جامعه ایرانی کانادایی، برای اینکه از دولت بخواد که با اولویت بالا به مسئله رابطه ایران و کانادا، بازگشایی سفارت‌ها، تجدید رابطه دیپلماتیک رسیدگی بکنه. این در واقع متنیه که یه خلاصه ای از اون متن اون پتیشن هم تا امروز میشه گفت این پتیشن بسیار موفق بوده. بیش از 9000 حدود 9200 امضا رو از شهرهای مختلف کانادا، فکر کنم از بریتیش کلمبیا بود 1500 امضا رو داریم، از آنتاریو 4500 امضا و از شهرهای دیگه و استانهای دیگه هم همینطور تونسته که این تعداد امضا رو جمع بکنه. بسیار مهمه که تعداد این امضاها رو افزایش بدیم. این عدد عدد بسیار خوبیه واقعیتش با مقدار محدود منابعی که ما داشتیم تونستیم امضای تعداد امضای خوبی رو بگیریم که نشون دهنده باز همین مسئله هست که چقدر این مشکل بزرگ و اولویت بالایی برای کامیونیتی ما. اما هر چقدر که بتونیم تعداد این امضاها رو بالاتر ببریم، میتونیم صدای خودمون رو رساتر و بلندتر به سیاستمدار اینجا برسونیم. برای همین اگر دوستان اینجا هستن که امضا نکردن، خواهش می‌کنم به وبسایت iccongress.ca/epetition برن و این تومار رو امضا بکنن و همینطور اینکه این پتیشن رو با دوستان خودشون با نتورک خودشون شیر کنن. من از این اسلاید ها میگذرم و بعدا بیشتر را جورش صحبت میکنم.
دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا. اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول. اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری. پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. مجید روحلی عزیز نیاز به معرفی نداره، یکی از دو نماینده اولین دو نماینده نخستین دو نماینده فدرال ایرانی تبار ما هستن. ایشون در 18 سالگی از ایران به کانادا مهاجرت میکنن. مدرک کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه رایرسون تورنتو دریافت کردن. مدرک کارشناسی ارشدشون رو MBA خودشون رو از دانشگاه یورک در زمینه منیجمنت کانسالتینگ فعال بودن و حدود 7 سال شرکت منیجمنت کانسالتینگ خودشون رو داشتن و مدیریت کردن. ایشون سال گذشته در سال 2015 در آخرین انتخابات فدرال از رایدینگ از منطقه ریچموند هیل به مجلس فدرال کانادا راه پیدا میکنن. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت ایشون هستیم و یکی از مسائلی که میدونم ایشون در رابطه با اون صحبت خواهند کرد این هست که چطور جامعه ما بیشتر میتونه فعال بشه، چطور ما میتونیم به خصوص در بریتیش کلمبیا، شما فکر کنم الان حدود تخمین زده میشه 60,000 نفر ایرانی رو فکر میکنم حداقل داشته باشیم در اینجا، بتونیم در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه فعالتر در صحنه سیاسی کانادا حضور داشته باشیم. بدون فوت وقت از مجید عزیز درخواست میکنم. با سلام، وقت بخیر و درود فراوان خدمت یکایی که شما عزیزان که لطف کردین در این روز بارونی و برفی تشریف آوردین اینجا و همینطور سلام میکنم و خیر مقدم میگم به تمام کسایی که از طریق لایف استریم الان دارن ما رو اینجا میبینن. لازم اول بگم ما برفا از تورنتو واقعا نیاوردیم اینجا، این به گلوبال وارمینگ بستگی داره و انشاءالله ما راجع به اون هم در قسمت های سوال و پاسخ صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه من صحبت هم خدمت شما شروع بکنم خواستم اینو یادآوری بکنم که من همونقدر امروز اینجا هستم که جواب سوال های شما رو بدم و از شما بشنوم، به خاطر اینکه یکی از وظیفه های هر نماینده در هر مجلسی که شرکت میکنه یا در هر گردهمایی که شرکت میکنه بیشتر گوش کردنه در کنار اینکه جواب سوالی که ازش میشه بده. بنابراین خواهش میکنم تا اونجایی که میتونید نظریات خودتون رو در هر زمینه که علاقمند هستیم برسونید که ما بتونیم این نظریات رو جمع‌بندی بکنیم و به گوش دولت کانادا از طریق دفتر من و از طریق دفتر دوستانی ساقای احساسی برسون. قبل از اینکه من صحبتم رو راجع به مطلبی که آقای احمدی راجع به صحبت کردن شروع کنم، دوست دارم از تعدادی دوستانی که کمک کردن اینجا و امروز این برنامه برپا شده تشکر بکنم. اگه اجازه بدیم از خانم ها شروع بکنم. خانم رابعه تبریزی خیلی ممنون، خانم فاطمه عابدی ازتون تشکر میکنم، بیران جان متشکرم. ما در حال حاضر همیار خوب هم هستیم برای پروموت کردن یونیتی within the Iranian community. از آقای علیرضا احمدیان، از آقای امیر بابهکیان و آقای مهیار بیازی هم تشکر میکنم. قبل از اینکه دوباره بریم سر مطلب involvement community و نقش community در انتخابات 2015، اگر اجازه بدین من پیام آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از طرف دولت برای روز 10 سپتامبر که الان به عنوان International Human Rights Day و لوگن امسالش Stand Up For Somebody's Right Today هست خدمت رو بخونم.
اگر اجازه بدید من اینو به انگلیسی میخونم، ولی قبل از اینکه دوباره اینو بخونم میخوام تاکید بکنم که این نه تنها پوزیشن دولت گاورمنت کانادا است، بلکه پوزیشن تمام نماینده های فکر میکنم 338 نماینده در پارلمان. یکی از بحثایی که به عنوان یونانیمس توی پارلمان راجبش صحبت میشه و نظر شخصی خود من هست. همونجوری که بیژن صحبت کرد، به امید روزی که هیومن رایتس و واقعا من نمیخوام بریکداونش بکنم و شروع بکنیم با اینکه چه قسم در کجاها و در چه زوایایی باید ما هیومن رایتس رو نگاه بکنیم. ما جمع‌بندی میکنیم به امید که هیومن رایتس روزی بشه که هیومن رایتس در همه جا، مخصوصا در زادگاهمون به عنوان یکی از اصول پایه‌ای، همونجوری که در کانادا به عنوان یکی از محورهای که دولت روش داره عمل میکنه که من بعداً راجع بهش صحبت خواهم کرد، اونجا به وقوع بپیونده. تفاوت ها به نظر من در حال حاضر بیشتر راجع به این نیست که آیا واقعاً در ایران هیومن رایتس وایلیت میشه یا نمیشه. یه امر مسلمه که در ایران هیومن رایتس وایلیت میشه. مسئله این که ما از چه طریقی میتونیم خیلی موثرتر، خیلی موفق‌تر بتونیم اینو هایلایت بکنیم، بتونیم راجعش ادوکیت بکنیم یا توضیح بدیم، آگاهی ایجاد بکنیم و بتونیم چطور یک نقش موثری در حل این مسئله داشته باشیم. اگر اجازه بدید من اینو به انگلیسی میخونم. من اینو متن رو اینجا میخونم به خاطر اینکه اونجا یه ذره درشتر از اونجایی هست که روی چیز شما روی سکرین میگونم. International Humans Day, International Human Rights Day, stand for somebody's right today. The Prime Minister, Right Honorable Justin Trudeau, today issued the following statement on Human Rights Day. Today, we commemorate the 69th anniversary of the United Nations adoption of Universal Declaration of Human Rights and reaffirm our commitment as individuals and as a country to the protection and promotion of human rights worldwide. While the International Committee has made significant progress on human rights in many areas, there is still an enormous amount of work to do to ensure that all human beings are treated equally with respect, including women and girls, members of LGBTQ2 communities, indigenous peoples, persons with disabilities, refugees, among many others. من اگر اجازه بدین بقیه شبه ایلویل هست، شما خودتون اینو میتونید بخونین و قرآن خوندن تکرار این دیگه احتیاجی نیست، ولی این دوتا قسمت بود که واقعا قسمت های مهم بود که من میخواستم اینو راجبش حتما صحبت بکنم. اگر اجازه بدین حالا بریم سر مطلب بعدی که صحبتی بود که آقای احمدی از آن خواستم بکنم و در جلسه‌های دیگه هم که داشتیم در تورنتو و در اتاوا و در مونترال راجع به این مسئله صحبت کردیم و نقشی مؤثر کامیونیتی و به قول معروف پیلرها و بیلدینگ بلاک هایی که کامیونیتی در سال 2015 وارد اون شد و پایه اصلی موفقیت دو تا نماینده که من دارم افتخار دارم یکی از اونو باشم در کامیونیتی ما بود. من خیلی خلاصه اینا رو میگم چون دوباره هم که گفتم ما دوست دارم وقت بیشتری باشه برای پاسخ به سوالات شما. من یه دو تا اسلاید دارم که بهش میگم 10 by 10، 10 تا محور و 10 تا اصول. این محور ها مهمترینش Active Electoral Your Vote. ببینید ما با داشتن 350,000 تا ایرانی، حالا به یه شمارشی یا بالای نزدیک چیزی نزدیک 500,000 تا و خوشبختانه با طرزی که این یا مقداری که ایرانی ها در استان‌های مختلف و استان‌های کلیدی مثلا مثل استان اونتاریو، مثل استان کوبک، مثل استان بریتیش کولومبیا
مثل استان آلبرتا اینجاها هستیم، ما میتونیم نقش خیلی خیلی حساسی ایفا بکنیم در اینکه بتونیم نه تنها صدای خودمون رو به دولتمندان در تمام لول ها، فقط نه در لول فدرال، بلکه در لول پروینشال و بلکه در لول میونیسیپال برسونیم. خیلی مهمه. لازمه این چیه؟ لازمه این یونیتیه، لازمه این اتحاده و لازمه اینه که ما به عنوان یک مس یا به عنوان یک گروه حرکت بکنیم. خاصیت این چیه؟ خاصیت این از لحاظ سیاست مدارا رأیه. یعنی وقتی شما میتونین یک کامیونیتی میتونه بگه من میتونم 350,000 تا رأی بیارم، این خودش یه گونه قدرت خیلی بزرگیه که همه میتونن روش حساب بکنن و میتونه تعیین کننده باشه. دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا، اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول، اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری، پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446.